تکرار واقعی بوده که پارسال اتفاق افتاده توی تالاب میانکاله. امروز ما در واقع در 5 گروه که شامل قایق بود، یعنی استفاده از قایق در داخل خلیج بوده، 3 گروه پیاده، در واقع 1 گروه از بندرگز بوده، 1 گروه از نوکنده بوده، 1 گروه هم در واقع از گلوگاه، این که با پشتیبانی در واقع تراکتور و 1 دستگاه تراکسور از صبح کار جمع آوری لاشه رو در واقع انجام داده بودیم. 12 گونه امروز ما تلفات جمع آوری کرده بودیم. مجموع لاشه‌هایی که جمع کردیم 1304 قطعه پرنده بوده، یه جمعیت مرگومیر بالایی بوده نسبت به میانگین روزهایی که این 20 روز جمع کردیم. اینها رو ما در 2 نقطه، یکی در ساحل در واقع بندرگز و یکی هم در گلوگاه دفن بهداشتی کردیم. مجموع تلفاتی که تا امروز به 20 روز از واقع گذشته، از 9 شروع شده، امروز هم که 28 میشه دقیقاً 20 روز، حدود 8500 لاشه جمع آوری از سطح تالاب و حاشیه‌ها و دفن بهداشتی شده. امسال تقریبا مشابه پارسال، ولی تلفات 3-4% در گونه چنگر معمولی بیشتر از پارسال. تا حالا حدود 20 گونه پرنده مختلف تلفات داشتن. در سال در مقایسه با سال گذشته ما حدود 30 گونه پرنده مختلف درگیر تلفات بودن. در بین گونه‌هایی که تلف شدن، حداقل 2 گونه ما معمولا پارسال حدود 50 روز درگیر این واقعه بودیم، از زمانی که ما لاشه ها رو مشاهده کردیم، حتی چند روز دیرتر، چون پارسال سال اول بود تجربه نداشتیم. 2 بهمن رسما اعلام کردیم، ولی اتفاق یک هفته قبلش شروع شده بود. اما امسال خوشبختانه ما با تجربه‌ای که داشتیم و پایش منظمی که به اتفاق دامپزشکی استان از ابتدای نیمه دوم سال، یعنی ابتدای پاییز انجام میدادیم، به موقع مرگومی رو سد کردیم، متوجه شدیم و با همون تعداد کم لاشه هایی که به تلفات شروع شده بود، سعی کردیم لاشه ها رو از آب خارج کنیم، محیط تالاب خارج کنیم. سال گذشته تجربه از بین رفتن حدود 50,000 پرنده رو داشتیم. چرا بعد از 1 سال دوباره این اتفاق میفته؟ اولا که خب نهادهای مسئول باید شفافیت بیان و اطلاع رسانی کنن، اجازه بدن پژوهشگران مستقل بیان آزمایشات خودشون رو انجام بدن تا این مسئله شفاف بشه. اگر پارسال اجازه داده بودن تا این اتفاقات بیفته و پرسش ها و اتهامات که وجود داشت میشد، شاید امسال به جو بی‌اعتمادی انقدر بالا نمیگرفت. همه دارن فقط حدس میزنن، حد اینه که اونجا شرکای صنعتی وجود داره که تصاحبشون بدون تبیه داره وارد میانکاله میشه. حد اینه که به دلیل سدسازی ها و بارگذاری ها در بالادست، تمام رودخانه هایی که به سمت میانکاله میرفت الان آبش به شدت کم شده و در نتیجه ورودی آب به میانکاله که کاهش پیدا کرده، اثر قصاب ها و آلودگی ها خودش رو بیشتر نشون میده. همچنین از اون طرف قطع آب دریای خزر هم داره کاهش پیدا میکنه و همه اینها سبب شده تا خلیج میانکاله به یک خلیج مرده تبدیل بشه و این حالت سبب میشه تا در حقیقت میزان بار آلایندگی آب در منطقه افزایش پیدا بکنه و پرندگان به شدت آسیب ببینن. چقدر از طرف دیگه در واقع عوامل گیاهی و درگیر هستن؟ 100%
عامل انسانی موثره، اصلا هیچ عامل طبیعی رو نمیتونیم موثر بدونیم. عامل انسانی یا مستقیمه و که یعنی در واقع یه سری بخوام به عمد اونجا رو آلوده بکنن در اثر درگیری‌هایی که با سازمان محیط زیست داشتن، روستایی ها یا شکارچی ها، و یا غیر مستقیمه در اثر تغییرات اقلیمی، بارگذاری در حال دست، سدسازی ها که در حقیقت داره اتفاق میفته. ما شاهد احداث آب‌بندان های بسیار زیادی در بالا دست رودخانه های منتهی به تالاب میانکاله هستیم به بهانه توسعه کشاورزی، و این آب‌بندان ها و در واقع پاکریز هایی که جهاد کشاورزی داره میزنه همه باعث شده که میزان ورودی آب کاهش پیدا بکنه و اینها سبب میشه تا بوتولیس خودش نشون بده دیگه، چون که وقتی که آب سم بشه و این آب از حرکت باز بیسته معمولا این اتفاق میفته، محیط همه میشه و پرنده ها قربانی های اول این مسمومیت هست. مهمترین راهکار اینه که حقابه تالاب میانکاله تعیین بشه و این حقابه مقدم بر کشاورزی و صنعت بهش پرداخت بشه. اگر حقابه تالاب میانکاله تعیین و پرداخت بشه، هرگز چنین اتفاقاتی در تالاب نمیفته.